روز 14 اپریل یک گروه فعالان قرغیز در نزد سفارتخانه تاجیکستان در شهر بیشکک اعتراض کرده از نمایندگان سفارت خواستند که به پیش آنها برایند. تظاهرگران طوری از ویدیوها دیده می شود 5-6 نفر بوده با خود شعار بودکند زمین ماست و همچنین شعارهای ضد پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان داشتند. محتوای برخی از این شعارها چنان قبیح بود که حتی ملیشه قرغیزستان تظاهرگران را در مورد غیر قابل قبول بودن استفاده چنین شعارها هشدار داد. اعتراضگران امام علی رحمان را به آن عیبدار میکردند که در کشورش آزادی بیان را سرکوب کرده انتخابات دموکراتی را از بین برده است و هر دفعه برای فرو نشاندن آتش ناروزگی مردمش با مقصد به دیگر طرف بردن سمت توجه مناقشه ها را در مرز تاجیکستان با قرغیزستان دامن میزند. ولی در تاجیکستان بسیاری ها بر اینند که برخی سیاستمداران قرغیز از جمله رئیس کمیته دولتی امنیت ملی آن کشور قمچبیگ توشیف مخصوصا مناقشه ها را در مرز دامن میزند تا توجه مردم را از مشکلات داخلی قرغیزستان به سمت دیگر روانه کند. سفارت تاجیکستان در بیشکک تا اول اعتراض دایر شده در نزد بنایش را شرح نداده است. این اعتراض دو روز بعد از تیرپرانی شام 12 اپریل در مرز جماعت خسته ورز ولایت سغد تاجیکستان با نویه لیلک ولایت بودکند قرغیزستان برگزار شد. در جریان آن تیرپرانی مرزبان تاجیک زویر سید عمروف کشته شد. قرغیزستان نیز درباره زخمی شدن 6 نفر خبر داد. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرغیزستان تا کنون تنها کمی بیشتر از 500 کیلومترش تعیین و علامت گذاری شده است. در قطعه باسی که اساسا در مرز تاجیکستان و قرغیزستان جایگیر شدند هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین و چراگاه و رو مناقشه و رخ میدهند. این مناقشه ها بعضا به تیرپرانی ها میپیچند و باعث علاقت مردم از دو طرف میشود. در یک سال اخیر در نتیجه زدخوردهای مسلحانه در مرز دو کشور دست کم 58 نفر کشته شده، حدود 270 نفر از هر دو جانب زخمی شدند.